فصل 21. ما از آنان خداحافظی کرده آنجا را ترک نمودیم و از راه دریا یک سره به جزیره کوس آمدیم و روز بعد به بندرگاه جزیره رودس وارد شدیم و از آنجا به پاترا رفتیم. در آنجا کشتی دیدیم که عازم فنیقیه بود، پس سوار آن شدیم و حرکت کردیم. همین که قبرس از دور نمایان شد، ما از طرف جنوب آن گذشتیم و به سفر خود به سوی سوریه ادامه دادیم و در بندر سور لنگر انداختیم، زیرا قرار بر این بود که بار کشتی را در آنجا خالی کنند. در آنجا ایمانداران را پیدا کردیم و 7 روز پیش آنان ماندیم. آنها با الهام روح خدا به پولس اصرار کردند که از رفتن به اورشلیم منصرف شود. و چون وقت ما به پایان رسید، بار دیگر راه سفر را در پیش گرفتیم و جمیع آنان با زنان و بچه‌هایشان ما را تا خارج شهر بدرقه کردند. آنگاه در ساحل دریا زانو زدیم و دعا کردیم و با یکدیگر خداحافظی نمودیم. وقتی ما سوار کشتی شدیم، آنان به خانه‌های خود بازگشتند. از سور به سفر دریای خود ادامه دادیم و به شهر بطلمیوس رسیدیم. در آنجا برادران را ملاقات نمودیم و روزی را با آنان به سر آوردیم. روز بعد آنجا را ترک کرده به قیصریه آمدیم و به خانه فیلیپوس مبشر که یکی از آن 7 نفری بود که در اورشلیم انتخاب شده بودند رفتیم و پیش او ماندیم. فیلیپوس 4 دختر باکره داشت که همگی نبوت می کردن. پس از چند روز یک نفر نبی به نام آکابوس از یهودیه به آنجا رسید. او پیش ما آمد و کمربند پولس را برداشت و دست پای خود را با آن بست. گفت: آنچه روح القدس می‌گوید این است که یهودیان مقیم اورشلیم صاحب این کمربند را اینطور خواهند بست و او را به دست بیگانگان خواهند سپرد. وقتی این را شنیدیم، هم ما و هم اهالیان شهر به پولس التماس نمودیم که از رفتن به اورشلیم صرف نظر نماید. اما پولس در جواب گفت: این چه کاری است که شما می کنید؟ چرا با اشکهای خود دل مرا می شکنید؟ من نه فقط حاضرم زندانی شوم، بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر عیسی خداوند بمیرم. چون سخنان ما در او اثری نکرد، دست برداشتیم و گفتیم: باشد، هرچه خداوند می خواهد همان بشود. بعد از چند روز ما بار سفر را بستیم و عازم اورشلیم شدیم. چند نفر از شاگردان مقیم قیصریه هم ما را همراهی کردند و ما را به خانه مناسون که اهل قبرس و یکی از ایمانداران اولیه بود بردند. وقتی به اورشلیم رسیدیم، برادران با گرمی از ما استقبال کردند. روز بعد پولس به اتفاق ما به دیدن یعقوب رفت و تمام رهبران کلیسا آنجا حضور داشتند. پس از سلام و احوال پرسی، پولس از کارهایی که خدا به وسیله او در میان ملل غیر یهود انجام داده بود، گزارش کاملی به آنها داد. آنها وقتی این را شنیدند، خدا را ستایش کردند و سپس به پولس گفتند: ای برادر، همانطور که می‌بینی، 1000 نفر از یهودیان ایمان آوردند و همه آنها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند. در میان آنان شایع شده است که تو به یهودیانی که در کشورهای بیگانه سکونت دارند تعلیم می‌دهی که از شریعت موسی اطاعت ننموده فرزندان خود را ختنه نکنند و دیگر رسوم خود را نگاه ندارند. تکلیف چیست؟ آنان حتماً از آمدن تو با خبر خواهند شد. پس هرچه به تو میگوییم انجام بده. در اینجا 4 نفر هستند که نظری نمودند. تو همراه آنان برو و به اتفاق آنها مراسم تطهیر را به جای بیاور و مخارج ایشان را هم قبول کن تا آنها بتوانند سرهایشان را بتراشند و به این ترتیب همه خواهند فهمید که در این شایعات هیچ حقیقتی وجود ندارد، بلکه برعکس تو هم مطابق شریعت زندگی می‌کنی. و اما در خصوص غیر یهودیانی که ایمان آوردن، ما قبلاً حکم خود را کتماً به اطلاع آنها رسانیده ایم تا از خوردن غذاهایی که به بت‌ها تقدیم می‌گردد
و خون و گوشت حیوان خفه شده و زنا پرهیز کنند. پس روز بعد پولس آن چهار نفر را همراه خود برد و به اتفاق آنان مراسم تطهیر را به جا آورد و بعد از آن وارد معبد اورشلیم شد و تعداد روزهای دوره تطهیر را که در آخر آن باید برای هر یک از آنان قربانی گذرانیده شود اعلام نمود. هنوز دوره هفت روزه تطهیر به پایان نرسیده بود که بعضی از یهودیان مقیم استان آسیا پولس را در معبد دیدند. آنان مردم را تحریک کردند و پولس را گرفتند و فریاد زدند: ای مردان اسرائیلی، کمک کنید، این همان کسی است که در همه جا بر ضد قوم ما و شریعت موسی و این مکان تعلیم می‌دهد و از آن گذشته یونانیان را نیز به معبد آورده و این مکان مقدس را نجس کرده است. آنان قبلا تروفیموس از اهالی افسوس را همراه پولس در شهر دیده بودند و تصور می‌کردند که پولس او را به معبد آورده است. تمام شهر شلوغ شد. مردم هجوم آوردند و پولس را گرفتند. از معبد بیرون کشیدند و فوراً درهای معبد بسته شد. وقتی مردم در صدد قتل او بودند، به فرمانده هنگ رومی خبر رسید که همه ساکنان اورشلیم شورش کردند. او بیدرنگ با سربازان و افسران خود به سوی جمعیت شتافت. وقتی یهودیان فرمانده و سربازان را دیدند، از زدن پولس دست برداشتند. در این موقع سرهنگ به پولس نزدیک شد و او را دستگیر ساخت و دستور داد که او را با دو زنجیر ببندند. آنگاه پرسید: این مرد کیست و چه خطایی کرده است؟ بعضی از آنان به صدای بلند یک چیز می گفتند و بعضی ها چیز دیگر، و چون به علت جنجال بسیار نتوانست از حقیقت امر مطلع شود، فرمان داد که او را به سربازخانه ببرند. وقتی به پله‌های پادگان رسیدند، سربازان به سبب خشم جماعت مجبور شدند پولس را روی شانه‌های خود حمل کنند، زیرا مردم به دنبال آنان افتاده و دائما فریاد می‌زدند او را بکشید. هنوز وارد سربازخانه نشده بودند که پولس رو به سرهنگ کرد و پرسید: اجازه می‌دهید چیزی بگویم؟ سرهنگ پاسخ داد: تو یونانی هم می‌دانی؟ پس تو آن مصری نیستی که چند پیش فتنه‌ای برپا کرد و 4000 آدمکش را با خود به بیابان برد؟ پولس گفت: من یهودی هستم، اهل شهر ترسوس قیلیقیه و تبعی یک شهر بزرگ و مهم هستم. خواهش می‌کنم اجازه بده تا با مردم صحبت کنم. وقتی فرمانده به او اجازه داد، او بالای پله ایستاد و با بلند کردن دست خود از جمعیت خواست ساکت باشند. و همین که کاملا ساکت شدند، به زبان عبری خطاب به آنان چنین گفت: